امیر سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر. میخوام از اینجا شروع بکنم که بس همین مطلبی که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایرانی گفته که در صورتی که مذاکرات قطر به توافق منجر نشه به اسرائیل حمله خواهد کرد. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اون خواسته ای که داره اینه که حماس در غزه بمونه و اون چیزیه که بنیامین نتانیاهو و اسرائیلی ها نمیخوان. با چنین پیشفرضی چقدر فکر میکنید این مذاکرات دستاوردی داشته باشه؟ اجازه بدید که پیشتر بگم که آنچه که باقری کنی در تماسش با یک کشور اروپایی گفته تضاد کامل داره با آنچه که خبرگزاری رویترز انتشار داده، ولی من با استناد به منابع مستقل خبری که با داخل ایران در تماس هستن میتونم بیشتر هم گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال رو در مورد تقاضای مسعود پزشکیان از خامنه‌ای که دست به یک حمله نزنه و هم گزارش رویترز رو بیشتر مورد قبول قرار میدم، به خاطر اینکه طبق گزارش‌هایی که از ایران رسیده الان بحث و جدل حتی در داخل سپاه پاسداران هم جریان داره که آیا الان شرایط و موقعیت مناسب هست که به یک چنین حمله بزرگی دست بزنن با توجه به نیروی عظیمی که ایالات متحده در منطقه متمرکز کرده و داره متمرکز میکنه، با توجه به طرح‌های بسیار سخت و شدیدی که ارتش اسرائیل طراحی کرده، سال هاست روی این طرح‌ها کار میکنن، با توجه به بحران اقتصادی در ایران، با توجه به نفرت فزاینده مردم نسبت به رژیم، آیا این صلاحه که الان به حمله دست بزنن یا نه؟ اگر خبرگزاری رویترز درست باشه و به نظر من خیلی قابل اعتماد میاد، رژیم ایران به یک ترفند دست زده. خیلی جالب، این یک ترفنده که میخواهد از زیر بار مسئولیت بیرون بره بدون اینکه آب روزی کرده باشه برای خودش. میگوید که این وقتی که ما فعلا صبر میکنیم ببینیم که مذاکرات اسرائیل با فلسطینی ها با حماس چقدر پیشرفت خواهد کرد و اگر جنگ در غزه تمام نشه اون موقع ما حمله میکنیم، یعنی در واقع اینها میآیند و یک موعد غیر قابل تصوری رو تعیین میکنن که میتونه یک سال دیگه باشه، دو سال دیگه باشه، پنج سال دیگه باشه، به خاطر اینکه مذاکرات اسرائیل با حماس متوقف نخواهد شد. آقای امیر اجازه بدید اسخای میکنم میام واسهتون، اگر درست متوجه شده باشم شما اینجور به نظر میاد از صحبتاتون که جمهوری اسلامی ترسیده در حقیقت، یا اینکه دنبال یک امتیاز سیاسی از جامعه جهانی؟ بله این جالبه، هر دو درسته، مسلماً بسیار ترسیدن، بسیار صلاح نمیدونن که وارد یک جنگ مستقیم با اسرائیل بشن. هشدارهای فرماندهان ارشد اسرائیلی بسیار بسیار تاثیرگذار بوده در ایران. دوباره تاکید میکنم که اقتصاد ضعیف، عدم حمایت مردم، نبود نیروی هوایی برای ایران این رو براشون خیلی خطرناک کرده، ولی شما کاملا حق دارید، یک امتیازی را حکومت ایران میخواد دریافت بکنه و اون این است که در مذاکرات حماس با اسرائیل دخالت داشته باشه و بتونه تاثیرگذاری بکنه. یعنی در واقع رژیم ایران میخواهد که از یک بار سنگین خلاص بشه، یک امتیاز رو هم به دست بیاره، ولی بعید میدونم که کشورهای عرب یعنی دوحه، قطر و مصر حاضر باشن که این خواسته رژیم ایران رو بپذیرن.